بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، برنامه رو شروع میکنم. امیدوارم لحظاتی، دقایق بهتری منتظر شما و من باشه تا با هم اوقاتی بهتر داشته باشیم. امروز چهارشنبه است، 7 سپتامبر سال 2016 میلادی و برابر است با 17 شهریور 1395. چون ملت بیچاره و بدبختی هستیم، هر روز یه خبری، 16 تیر روز نمیدونم دانشجوی، 25 تیر اینه، 7 تیر اونه، و شهریور هم 17 شهریور بود فکر کنم، نه؟ در صورت میدون داریم، 17 شهریور برنامه داریم و نمیدونم کی میشه که ما فراموش کنیم این بدبختی ها رو و برسیم به یک روزهای بهتر که وقتی ازشون صحبت میکنیم یادآور یه چیزی باشه که این ملت پیشرفت کرده، یه چیزی باشه که در رابطه با شادی و اینها باشه. خب دوستانی که روی فیسبوک با ما هستن، این اولین برنامه این هفته است. ما دوشنبه اینجا چون روز کارگر بود، لیبر دی تعطیل بود و ما هم یک شنبه برنامه گذاشته بودیم، ما هم تعطیل کردیم و گفتیم که بذارید یک کمی به چیزا برسیم، مرتب کنیم، دور از گوشتون بدتر، همه چیز رو ریختیم به هم. حالا دیگه خیلی نامنظم‌تره، هر جا که نگاه میکنم چهار تا چی هست که باید بعداً تمیز کنم. خب اجازه بدید همین اول برنامه از منوچهر گرامی تشکر کنم از بوستون که ای کاش ما 100 تا انسان مثل منوچهر داشتیم که یه نامه کوچیکی، قلمی، قدمی، درمی و دو تا 5 دلاری فرستاده، نوشته که من این رو برای ماه سپتامبر فرستادم. خیلی مرتب منظم هر ماه این کار رو انجام میده و منم از ایشون ممنون و متشکرم. اون روز از آقای حسن خزائی تشکر کردم، دوست همشهری عزیزمون که قرار یه فامیلی هم با هم داریم، حالا یه وقت ببینمش بهش میگم، یه فامیل چی میگن سببی ها، نسبی و سببی، بعضی ها میگن خونی، بعضی ها نمیدونم، در صورت سببی از طریق ازدواج و اینها با خزائی ها چیز هست. و ایشون قرار بود که اول برنامه ها یه 5 دقیقه 10 دقیقه اخبار روز رو بگه، ولی گرفتاره، یه پاش کالیفرنیان، یه پاش فلوریدان، مشکل داره، مسائل قانونی داره با این به اصطلاح کارهایی که انجام میده و اینها. بذارید ببینیم این برنامه ضبط میشه یا نه، چون اون روز برنامه آقای چیز ضبط نشد متاسفانه، آقای یزدان خداوندلو، و ما مجبور شدیم از فیسبوک استفاده کنیم. و اگر شما دیدید که بله این مثل که داره ضبط میشه، بله داره ضبط میشه، اگر دیدید در بازپخش برنامه‌هاشون اون زیر یه مقداری سیاه، یعنی خاکستری رنگ بود، این اشکال فیسبوکه. نمیدونم فیسبوک حالا که اومده برنامه گذاشته چرا تلویزیون‌ها رو از اینوری گذاشته، شاید به خاطر اینکه همه جوونا تلفن‌هاشون رو از اینوری می‌گیرن، خلاصه من نمیدونم، خیلی از این چیزا هست که ما سر در نمیاریم. از منوچهر گرامی از بوستون تشکر کردم و ممنونم که با ما هستید. و امروز آقای یزدان خداوندلو ساعت 3 بعد از ظهر با شما هستن، ساعتی قبل برنامه امروز رو ارسال کردن. من همونجوری که به همه گفتم، من اینجا وزارت ارشاد، اداره ساواک نیستم که برنامه های اینا رو کنترل کنم، هر کسی مسئول برنامه خودش هست و به همین دلیل هم هست که نه به اینها میگم ویدیوتونو بفرستید، نه میگم نوشتتونو بفرستید تا من بخونم، برنامه‌شون رو خودشون چیز میکنن، به اصطلاح منیج میکنن و بعدم اجرا میکنن و ما هم خوشحالیم که اینها اینجا هستن. بذارید ببینم سپتامبر 27، یعنی سپتامبر 7 رو ما داریم اینجا، بله اینجا نوشته 7 سپتامبر، اینجا هم نوشته چهارشنبه 17 شهریور 1395. جا داره از علی عزیزم که سالهاست این نوشته ها رو برای ما ارسال میکنه تشکر کنه. پس شد 2 بعد از ظهر با سوربی، 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوندلو و 5 بعد از ظهر میبرم شما رو تگزاس که با آقای مینویی باشید. برنامه های جدید آقای محسن
نادری نژاد هم دیروز رسید و ما از امروز صبح پخش کردیم و باز هم پخش خواهیم کرد. اتفاقا امروز صبح خیلی زود به وقت اونها با هم صحبت کردیم، گفتم آقا شما مگه اونجا ساعت 7:30 اینا نیست؟ گفت من از 4 صبح بیدارم، ماشاءالله ورزشکارم و میره ورزش و اینها. بعد تماس گرفته بود، گفتم آره این که داری راجع به مسائل روز صحبت میکنی مردم بیشتر دوست دارن اینو. ایشون گفت که فقط یه نفر به من زنگ زده. گفتم خب شما دوستان میان یه چیزی رو میگید، هیچ جا از مردم نمیپرسید نظر شما چیه؟ خب اونا میشینن گوش میدن. من نمیدونم این ماجرای تلفن زدن به تلویزیونا یعنی چی. یه مدتی زر رو زر خود منم عاشق این بودم که آقا من یه ساعت برنامه که میذارم مثلا 30 تا تلفن جواب دادم، 60 تاشم پشت خط مونده. خب که چی؟ اونا نشستن ما رو ببینن، اونا نشستن از نظرات ما آگاه بشن، یا ما نشستیم اینجا مثل تلفن چی هی الو بفرمایید تلویزیون فلان، الو بفرمایید برنامه فلان، اونم بگه آقا از برنامه‌های خوب شما بسیار لذت می‌برم، تازه ندونه که چه تلویزیونی رو گرفته، شماره تلفن عوضی که چه شخصی رو گرفته و الی آخر. پس ممنون و متشکرم. و اما آقای چیز محسن نادری نژاد توی برنامه‌شون صحبت می‌کردن از این برنامه‌ای که شاه و شازده و نمی‌دونم کارچاخ‌کنای دوربرشون و اینها گذاشته بودن برای شورای ملی و پول جمع کردن، در رابطه با آقای علیرضا قاسمی هم یا علیرضا میرقاسم چیه از بس میگنش نمیدونم درست صحبت کردن و ایشون میگفت که 60,000 دلار از نادر دورمانی پول گرفته. من فکر نمی کنم نادر دورمانی 60,000 دلار داده باشه برای یه برنامه‌ای، بعدم پشت دستشو با سیگار سوزونده باشه که دیگه پول نده. نادر دورمانی سالهای سال هست به پرویز کاردان، به تلویزیون اندیشه پول داده و نمیدونم اون بیزینسمنیه که 100 تای مثل من و شما رو آقای محسن نادری نژاد میبره لب آب و تشنه برمیگردونه. و اما ما چند روزی نبودیم، خبرها خیلی داغه. رئیس جمهور فیلیپین به آقای اوباما گفته سن و بچ، اگه شما هم انگلیسیتون مثل من بده نمیدونید یعنی چی، سن و بچ میشه مثل مادر قهوه. بعد گفتن نه آقا، گفته سن آف ا هور، اگر باز نمیدونید یعنی چی، یعنی مادر جنده. اگر فکر میکنید که آقا چرا این تو تلویزیون داره این حرفا رو میزنه، شما بلدی یا بلد نیستی؟ اگه بلدی که خب این حرفی که جامعه میزنه بلدی، اگه بلد نیستی خب نگران نباش، من یه چیزی گفتم شما بلد نیستی بهت بر نخوره، بریزید دور اون تلویزیونای ایرانی دولتی دوره شاه و دولتی دوره شیخ که من و شما رو اینها عقب نگه داشتن. باز آقای نادری نژاد خیلی قشنگ میگه، میگه تمام اختلافات بین این ایرانی ها مقصرش تلویزیون ها هستن. و البته ایشون لطف میکنه چون خودشون اورگان هستن، تلویزیونی که توش بودن آپادانا توی سان فرانسیسکو بود، تلویزیون ما توی واشنگتنه. ایشون میگه تلویزیون های لس آنجلسی. چرا میگه تلویزیون های لس آنجلسی؟ برای که همه فکر میکنن تلویزیون ها فقط در لس آنجلس هستن. بعد میگه حتی یه نفر به من گفت که آقا چرا شما دیش نمیگیری؟ گفتم که من دیش نمیخوام، من تو این جامعه دارم زندگی میکنم، یکایکشون میشناسم. باز یه جای دیگه پیشنهاد میکنه که آقای رضا پهلوی شما بیا یه مدت توی لس آنجلس زندگی کن که با این صاحبان تلویزیون، با این برنامه گذارا بیشتر آشنا بشی که اینجوری در دامشون نیفتی. آقای نادری نژاد باور کن این رضا پهلوی از همه من و شما زرنگتره. ببین کسی که دنیا اومده توی کاخ و بزرگ شده و بعدم اومده اینجا 16 سالگی رفته کلاس هواپیما و خلبانی و عشق و حال و سگ بازی و نمیدونم زن بازی و اسب بازی، بعدم تازه به گفته خودش میگه سال 1979-1357 62 میلیون دلار پول داشته. من و شما هنوز خودمون کار میکنیم، خانممون کار میکنه، بچه‌مون کار میکنه، هنوز 1 میلیون دلار تو آمریکا نداریم. ایشون در سن چند سالگی بوده؟ 40 سال پیش، الان 50 خورده شد، 15-16 سال 17 سالش بوده، 62 میلیون دلار پول داده. شما میخوای به این درس بیزینس یاد بدی؟ این از همه من و شما باید یک کلاسی اون بذاره بریم درس یاد بگیریم عزیز من.
در صورت برنامه های محسن نادری نژاد بسیار جالبه و چون ایشون دوست داره، دوستان اگر چیزایی که میگه حتی اگه موافق هستید بهش یه زنگی یه تک زنگی بزنید، تلفنش هم زنگ قبول میکنه هم تکست، هم به اصطلاح تلفن هم تکست. نمیدونم، میگم من اینا دوستان هنوز در خم اون کانالای تلویزیونی هستن که الو بله برنامه‌تون خوبه قربونت برم ما اومدیم نمیدونم خونه شما. نه آقا، هیچ کی قربون هیچ کی نمیره. در اصل بذارید یکی دو تا مسیج هست من براتون پخش کنم و صحبت کنم دربارش. اولا خیلی خوشحالم یه دوست جوانی رو، ما یکی از افتخاراتون اینه که از این ور به کسی که ایرانی و داره میره به پای به اصطلاح چوبه دار کمک کنیم. خیلی هاتون تماس گرفتید، آدرس گرفتید، میخوام بهش کمک کنیم مستقیما. من ازتون تشکر میکنم به نوبه خودم. از اون ور توی ایران توی گنبد کاووس یه جوانی مریض میشه، دستش از همه جا کوتاه، به من تماس میگیره. من میگم آقا من نشستم تو آمریکا چه کار میتونم بکنم، بذار ببینم تو ایران یه کسی رو میتونم پیدا کنم. تماس میگیرم با آقای حسن ارشاد، ایشونم اصلا نخواسته که ما بگیم یا ازش تشکر کنیم. آقای حسن ارشاد از تهران زنگ میزنه به یک کلینیکی، یک درمانگاهی در گنبد کاووس، مخارج درمان این جوان رو میده. حالا این جوان بلند شده اومده ترکیه، ترکیه هم کیسش 5 ماهه قبول شده، منتظره. از من خواست که به اون دوستمون آقای علی ترابی بگم که اگه میتونه کمکش کنه. منم گفتم چشم. دوستان باور کنید من صبح که میشه اینجا وقتی میام این مشکلات که میبینم که یه کسی که اینقدر ادعاش میکنه تو رادیو تلویزیون برای 150 دلار برای 300 دلار اینجوری دروغ میگه، میگه آقای سرمه من میرم وکیشن پسرمو ببینم و بیام، میره عکس پسرش رو میفرسته که زیبا اندامه و فلان و اینها، بعد میگه میام هفته دیگه پرداخت میکنم، بعد میام میگه هفته دیگه پرداخت میکنم، بعد الان میگه آقا من چه بده کاری دارم به شما. میگم آقا بی‌ناموس پدر سوخته به قول مردم سوئد آجان شهر نو، برو خودت نوشته های خودتو نگاه کن. جولای 22 نوشتی من الان میرم صرافی پول میفرستم، وسترن یونیون میگه صرافی، فرقی هم نمیکنه. من نمیدونم اینا چه بی‌ناموسایی هستن. وقتی از اینا خسته میشم میگم آقا ول کن، این ملت چه کاری برای تو کردن که هی وای میسی. بعد یه جوونی که میگه آقا خیلی ممنون خدا پدر مادر بیامرزه من به اینجا رسیدم، باز مثل چی بگم مثل خر مولا رسیدیم برمیگردم میام. در صورت ممنونم، اجازه بدید من این پیام ها رو اگه بتونم پیدا کنم پخش کنم. از این دوستان هم به یک نوعی تشکر کرده باشیم. دوستان تو رو جدتون اگر نمیخواین پیامتون پخش بشه، حتی همون اول به جای سلام علیک بگید این پیام پخش نشود، این پیام فقط برای شماست. در صورت من گوش میدم، من خیلی از اینا رو چون عجله دارم اون موقع تا آخر گوش نمیدم، بعد میذارم اینجا پخش میکنم. اینجا که پخش میکنم اینم طرف گفته که آقای سربی این پیام هم پخش نشود. بابا جون ما چه میخوام آخه یه چیزی یاد بگیریم. ببخشید این صدای صندلی ما تک تاک میکنه. خب اگه این بی‌ناموسا پولشونو بدن 300 دلار که از اون میگیریم 100 دلار هم میریم میدیم یه صندلی، چیکار کنیم؟ این صندلی رو آقای اجلالی نو به ما داد، ولی میگه که صندلی جنس خوبی نبود ولی نو بود. خب ببینیم این دوستمون چی میگه. سلام جناب سوری، من نرگس از غرب آمریکا با شما تماس میگیرم. جناب سوری اولا چقدر اسم قشنگی داری. این نرگس گلهای مخصوص استان فارس و کازرون هست که ایام بهار میاد و خیلی هم قشنگه و چه اسم زیبایی داری. اونجا روغن نباتی نرگس رو هم داشتیم، نرگس شیراز از شیراز، به به چه خوشبو و چه نازه. در اصورت شما هم اهل هر کجا که باشی، ما همه ایرانی هستیم. ممنونم نرگس خانم، بفرمایید. اولین بار هست که برنامه زنده شما رو من تماشا میکنم. مرسی برای برنامه های خوبتون. من از شما خیلی یاد گرفتم، گرچه در بعضی موارد با شما هم عقیده نیستم و به قول خودتون قرار نیست که ما در همه موارد با هم هم عقیده باشیم. جناب سوری من از شما دو خواهش دارم به عنوان یکی از بینندگان همیشگی شما. اول اینکه سعی کنید عصبانی نشوید که مجبور شوید
کلمات ناشایست زبان بیاد. دوم اینکه شما 4 ماه پیش عکس بسیار کیوتی از نوی عزیزتون رو با بینندگانتون شیر کردید. اگر ممکن هست هر چند ماه یک بار عکس جدیدی از نوی عزیزتون به ما نشون بدین و با ما شیر کنید. و در ضمن من چند ماه پیش بود نخواستم برم دیدن یکی از دوستانم که در مدت ها بود ایشون رو ندیده بودم. سلام دونستم که یک دسته گل برای ایشون ببرم. به دم گروشتوری که رفتم دیدم فایل دیپارتمنت اونجا بود و برای یک نوع بیماری پول جمع می کردن. من هم قادر نبودم واقعا هم گل بگیرم هم به این ارگانیزیشن کمک بکنم. به یاد شما چون زیرستی صدای شما در گوش من پیشید که ما معمولا ایرانی ها اهل ساپورت کردن نیستیم و من به یاد شما و به اسم شما به جای اینکه گل بگیرم به اون ارگانیزیشن کمک کردم و این یکی از چیزهایی بود که من از شما یاد گرفتم. موفق باشید. خدا نگهدار. ممنونم، متشکرم، خوشحالم که اقلن یه چیز کوچکی رو تونستم تو جامعه راه بندازم. ببینید دوستان، من یه چیزایی رو براتون بگم، حالا امیدوارم گل فروشا از ما ناراحت نشن. ببینید هر چیزی این ریشش کجاست. اون موقع که گل می بردن برای بیمار دلیلش این بوده که بیمارستان ها بوی عفونت، بوی زخم، بوی خون، بوی جراحت میداده و گلها بو میدادن و بیمارستان ها زشت، همه دیوارهای سفید، اولش هم که میرفتی پرستار اینجوری کرده بود که صدا نده. الان بیمارستان ها قشنگ، پرستارا لباساشون رو نگاه کنید رنگا به رنگ، تو ایران نمیدونم اینجا. بعد بوی گندی نمیاد. بعد از همه اینا گذشته گلها بو نمیدن. بعد تازه فکر میکنم برید تایپ کنید بخونید گل رو بردن داخل یه اتاق، مخصوصا اگر اون بیمارم فامیل زیاد داشته باشه چند تا گل بیارن، این به بیمار صدمه میزنه. حتی تو خونه هاتون دوستان، اینایی که خیلی گل دوست دارید، برید بخونید گل، گیاه، درخت باید بیرون باشه، شما باید برید بیرون لذت ببرید. اینا وقتی داخل هستن به شما ضرر میزنن. شب تو صبح که شما خوابیدید اینا گاز کربونیک پس میدن، تا اونجایی که تو طبیعی خونده بودن. خب بذارید من تا یادم هست شیر کنم این ویدیوی برنامه زنده رو از مردم تیوی به خودم، اون وبسایت، صفحه فیسبوک خودم. شما هم لطف کنید این کار رو انجام بدید، نه ترسید. حالا دوستاتون بفهمن که شما داری برنامه سوربی رو نگاه میکنی، یه چیزی هم ممکنه یاد بگیری. مگه چی میشه؟ اوکی، سوربی با مردم، اینجا بنویسیم لایو یا ولش کن دیگه، خودشون میدونن لایوه. این رو هم پست کردم رفت. ممنون و متشکرم. خب از الی جونم ممنون که به همون پیوسته. الی جون مرسی، متشکر. و این خانمی که این پیام رو گذاشت ممنونم. اون بیماری هم که میگین، من اتفاقا خودم شنبه، این شنبه بیرون بودم و ماموران داشتن برای MS. MS نمیدونم برای چی استند میکنه، ولی در رابطه با ماسله، با ماهیچه ها و اینا میدونید. من فان یه شاگردی داشتم به نام مسیب خوبیاری، کلاس 12، پسر خوبی بود، بچه یه انباردار هنرستانم بود، آقای خوبیاری. بعد این همین ماسل دیزیز هرچی MS گرفته بود. البته اونجا این بنده خدا میگه من اگه برم خمینی رو ببینم خوب میشه. برداشتن با کلی خرج و بدبختی هم رفتن و بعدم میگفتن مثلا خوب نشده چون نرسیده به خونه جمهوران نبود اون موقع، مثل که خمینی قم بود یه همچیز. فوتبالیست بازی میکرده میفته شلوارش هم پاره میشه، خونه که میره باباش هم یه مش بهش قور میزنه که بابا شلوارت پاره کردی اینا. این به باباش اینا حتی نمیگه که من دیگه رو پای خودم نمیتونم وایسم. و این ماسل دیزیز هرچی هست، MS، آدم رو
آدم سالم 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 رو ماهیچه هاشو و میدونی شما تمام بدن ماهیچه ها هستن که کار میکنن. این از این. در رابطه با گل، سر قبرستون ها گل میبردن برای که باز مرد شورخونه ها و این محل دفن و اینها بوی گند میداده. الان همون کار میکنن. چرا؟ این گل فروش ها و اینا نمیخوان بیزنسشون تعطیل بشه. اوکی، من هم همین کارو میکردم. من پدرم سال 92 همینجا فوت شده، همینجا هم خاک. هر وقت که قبرستون اجازه میده، چون توی زمستون اجازه نمیدن، میرفتیم گلای مصنوعی میخریدیم تو زمستون، تابستون و بهار و اینها گلای معمولی، $10 $15 $20 گلا هم تو سرشون بخوره چقدر گرون شده، میبردیم میذاشتیم اونجا. خب ما هفته ای دو هفته ای یه بار میریم اونجا این گلو میذاریم دیگه، ما که نمیبینیم. باد میومد ورش میداشت میبارش اونجا، میشد آشغال برای این بیچارهایی که بخوان اونجا رو تمیز کنن. یا یه عده زبل یاد گرفته بودن میومدن از این قبرستونا گل میدزدیدن میبردن برای دوست دخترشون. من ندیدم دختری بیاد این کارو بکنه، ولی چندین بار دیدم که طرف با ماشین میاد پارک میکنه، میره گل رو هم داره تو ماشین یا علی میره. اتفاقا فکر کنم اون بیشتر چی میکنه. چرا؟ چون یه نفر اومده گل گذاشته برای باباش، پس کارش انجام داده. این گله رسیده به دست جوونی که پول نداره گل برای معشوقش بخره، پس این بهتره. اقلا کاش که بذاریم بنویسیم اویلیبل ببریدش یا بدزدیدش هرچی. البته بعد فهمیدیم که دوستان مجاهدم گویا توی فرانسه گل میدزدیدن و یک به اصطلاح ریپورت مهمی هم در این باره هست. ما حال دیگه از ترس مرداد همشهریمون جرأت نمی‌کنیم اسم مجاهدار بیاریم. میگه آقا شما 80% برنامه‌هات شده برای مثلا مخالفت با مجاهدین. میگم آخه آقا مرداد شما همینقدر حق حرف میزنید؟ من اگه سالم باشم و برنامه داشته باشم و اینها، هفته ای 3 روز برنامه میذارم، 3 تا 2 ساعت 6 ساعت. الان چندین هفته است که آقا یزدان خداوند لو اومدن، من یه ساعتشو با ایشون دادم شده هفته 5 ساعت. 5 رو تقسیم بر 7 کنید دوستان ببینید چیه. نه اصلا بذار با ماشین حساب بزنیم که خیلی هم به مغزتون فشار نیارید. 5 ضرب در 60 میشه 300 دقیقه. 300 رو تقسیم بر 7 کن مرداد جان، میشه روزی 42 دقیقه. یک روز 24 ساعته. من 42 دقیقه یعنی کمتر از 3 ربع ساعت برنامه دارم. آقا شما باقیشو بیان فرش بدید، هر کاری میخواین بکنید، بیان خوبی رجبی رو بگید. چرا به خودتون دروغ میگید؟ بعد میگه که بله نمیدونم شاه مسعود در افغانستان مصاحبه کرد کشته شد. میگم آقا طبق این فلسفه شما بله، کندی هم کشته شد، به ریگان هم تیراندازی کردن، ابراهام لینکلن هم کشته شد. خب پس همه رئیس جمهورا، همه رهبرا باید برن تو سوراخ موش قایم بشن و ثابت کنن که جون خودشون از جون زنشون بیشتر ارزش داره، زنشون باشه این برن. آخه چرا به خودتون دروغ میگید؟ این حرفی که من با آقای فیلابی زدم، آقای فیلابی فردا اگه معلوم بشه رجوی زخمی شده مرده هرچی، شماها معلوم شده دروغگو بودید. بابا اگه زخمیه بیان زخمیه، بعدم بگید زخمی شده ملت بیان به ما بپیوندید. اگه مرده بگید مرده، ولی سازمان چنان سازمان خوبیه که الان اونم مرد همون کارهای خودشو میکنه. مگه این سازمان چه کار میکنه؟ جشن میگیره، یه کاغذی روی تیر چراغ برقی توی جای تهران نصف شب میرن میچسبونن، همون موقع از فیلم میگیرن، مینویسه جوانهای ایران منتظر رجبی هستن. آخه خجالت بکشید. بعدم به ما میگه حرف نزن. آقا خب این تلویزیون مردمه، مگه شما وقتی اینجا تو لیست بودید همین تلویزیون مردم مجانی کمکتون نکرد؟ مگه خود شما آقا مرداد با ترس و لرز زنگ نزدی که آقا سوربی برنامه مجاهدین هم پخش میکنی؟ گفتیم بله. بعد فکر کردی حالا من نمیدونم که اینا اینجا تو لیستن؟ گفتم بله تو لیستن، ولی از لحاظ قانون اینترنتی من میتونم پخش کنم و پخش کردم. چندین سال شما هر روز این خبرهای مزخرف تلویزیون مدار بسته تون اینجا گفتید، حالا هم که نگفتن این بیچاره که شما حرف نزن. میگن آقا ما میایم حرف میزنیم، شما بیان حرف بزنید. تازه 100 بار ما دعوتتون کردیم مجانی بیان حرف بزنید. اینم از مرداد. ببین هر چی شما بگی ولی از اونم خواستم صحبت کنم بمانه. خب
بله، رئیس جمهور فیلیپین هم اینو گفت و آقای اوباما هم ملاقاتشون رو به هم زدن. ولی هواپیمای اوباما که برای جی 20 رفته بود رفت چین، میدونید که هواپیما تو فرودگاه یه موکت قرمزی میندازن اینجوری مثل پیچوندنش، لولش کردن، رولش کردن، میارن باز میکنن. این از چیز که میاد از هواپیما که میاد پایین، تو این پلکانای هواپیما هم موکت قرمز هست، یعنی اصلا فرش قرمز از اینجا را افتاده. البته خب خیلی هم میگن فرش قرمز اصلش از اینی که این فرش بافا دستاشون خون میاد و وقتی میریخته قرمز میشده، به خاطر همین بعدن دیگه رنگ قرمز بیشتر استفاده شده که من و شما که میان رو این فرش میشینیم نفهمیم که این رنگ با انار قرمزش کردن یا خون دست اون بچه‌ای هست که برای من و شما این فرش رو دوخته. این یکیشه. یکی دیگه میگن فرش قرمز، میگن دیکتاتورها روی زمین که راه میرن این مثل فرشه که با خون بیگناهان قرمز شده. این هم این. حالا چین نمیدونم چرا، بابایی که چون سال آخر اوباماست، اونم مثل ما ایرانی ها دیگه خرشون از پل گذشته، این ماجرای پلکان هواپیما و اون چیز اینا رو انجام نداده. حالا این ترامپ احمق میگه اگه من بودم به هواپیما، به خلبان میگفتم دور بزن بریم خونه. اوباما چون خیلی پدرسوخته تر از اینان تو کار سیاست، گفته که میدونید زیر شکم این هواپیمای بزرگ اینها یه پلکانی هست میگن اندربلی، اونو آوردن پایین، از این پله اومده پایین. که بعضیا ببخشید اینو میگم، بعضیا میگفتن اوباما مجبور شده از کون هواپیما بیاد بیرون، بعد بعضیا میگن خود ترامپ خودش نمیدونم کون هواپیما، یه از این مزخرفایی که جوک میسازن. حالا یه دوستی همین الان برای من نوشته که نمیدونم میتونم اسمتون رو بگم، آقا مجید، شما ماجد هستی یا مجید هستی؟ اگه مجید هستی اینه غلط نوشتی دوست عزیز. بعد میگه سلام آقای سوربی، خواهشی داشتم، برادر من 4 سال هست در زندان است و حکم اعدام بهش دادن، منتظر حکمش هست، خواستم از بینندگان درخواست کنید برایش دعا کنند، بلکه خدا کمک کند حکمش بشکند. آقای سوربی خیلی جالب است که سازمان مجاهدین به من مارک میزند، از طرف دیگه برادرم را دارن در ایران اعدام میکنن. مجید هستم. مجید دوست عزیز، اگه مجید هستی، البته میدونی جی که مینویسن وقتی میخوان بگن باید دی هم بهش اضافه کنن که وقت میشه مثل مجد، اصلا ولش کن هر جور دوست داری. حالا اینجوری نوشتی نوشتی، دیدم این آقا زحمت میکشه به تمام زبانهای رایج دنیا برای دوستان ایرانی این ور اون ور مینویسه که یه دو کلمه یاد بگیرن که آقا مثلا اسم این خیابون چیه، هواریو، ساعت چنده، من این میخوام این چنه، اینا رو یاد بگیرن. من از شما ممنونم، اینو خوندم. من خودم به دعا باور ندارم، ضمن اینکه حتی پزشکا تو امریکن جورنال نوشتن گفتن که ما باور نداریم ولی کار میکنه. من امیدوارم که برادر شما حکم اعدامش به اصطلاح چی بشه، لغو بشه. من خودم اون روز روی فیسبوک من نگاه کنید، یک کسی جوانی که میخواست بره اعدام بشه که به خامنه ای گفته بی‌ناموس و فلان اینا، ویدیوشو گذاشتم. بعد گفتم والا من اگه جای اینها بودم از روز اول میگفتم آقا غلط کردم، گو خوردم، بذارید برم بیرون کار کنم، جبران میکنم فلان اینا، من اعدام نکنید دیگه. وقتی گرفتنه دیگه قدبازی در نیار، تو اونجا ضعیف هستی، اونا قوی هستن. حالا نمیدونم شرایط داداش شما چیه، اگه دوست داری توضیح بده یه روز با شما مصاحبه کنیم، نمیدونم، هر جور که میدونی. اون اعدامی که من گفتم، این آقای محمد شریفی در زندان آلاباما توی آمریکاست، ایشون به جرم کشتن همسر سابق خودش و دوست و هم اتاقیشون که هم دوست خانمش بوده، حالا نمیدونم دوست اینجا میدونی، مثلا طرف خانمه میاد میگه این دوست منه، بعد بهش میگی مثلا این نامزدت فلان، میگه نه این فقط دوستیم. اونم ثابت کردن امکان نداره زن با مرد دوست باشه و اینها به هم نظر نداشته باشن. هر کی میخواد بیاد اینجا من دربارش صحبت میکنم. همین دیشب تلویزیون آمریکا داشت یه چیزی رو نشون میداد، یه خانمی که همکار یکی بود همه جا میگفته من با این دوستم و اینها، معلوم شده که اینا 3 سال با هم رابطه داشتن، حتی بچه هم داشتن.
یعنی اینکه این دوستم و فلان اینها اون بی خوده. اینم از این. در صورت مجید عزیز امیدوارم که برادر شما هم از این به اصطلاح بله این که شما میگی اینها. ببینید من برای همین دوستم مهداد میگم آقا مهداد اینایی که شما امروز میگی اینا نمیدونم قشنگ میگه اینها جنده هستن، میگم بابا این جنده ها دیروز خواهر شما بودن، دیروز برادر شما بودن، بهشون میگفتی خواهر سلطانی، خواهر زهرا معینی، حالا امروز میگی اینجوری؟ خب نکنید این کارو، خودتون رو خراب نکنید. بعد مردم سوال میکنن این چه سازمانیه که 50 سال 120 هزار تا کشته داده، هنوز هم از روز اولش بدتر در به در، نه در غربت دل شاده نه رو اوی آبروی در وطن داره. اهل اونا به منم میگن تلویزیون نمیدونم خودفروش فلان، اون وقت از اون ورم جمهوری اسلامی تو خبراش مینویسه تلویزیون ضد انقلاب مردم. باورت میشه ما شدیم چوب دو سر طلا؟ خیلی ناراحت نباش، فقط اگر شما به دعا باور دارید دوستان دعا کنید که برادر این دوست ما مجید از این حکم اعدام به اصطلاح به یک طریقی بخششی چیزی نجات پیدا کنه. اگر مثل من هستید میگید امیدوارم، اینم مثل دعاست. مگه دعا چیه؟ دعا شما میشینی میگی خدایا این جوان رو از حکم اعدام نجات بده. من میگم چی؟ میگم امیدوارم این جوان از حکم اعدام نجات پیدا کنه. من الان میدونم با خودم دارم حرف میزنم، اونی که دعا میکنه با یه شخص غیبی که والا بلا اگه این خدا وجود داشته باشه باید بگیرن محاکمش کنن، همون جوری که رجبی رو باید بگیرن محاکمه کنن که آقا چرا 120 هزار نفر کشته دادی حالا فراری شدی اگه زنده هستی، اگرم مرده است هواداراشو بگیرن آقا شما چرا دروغ به مردم میگی، چه فرقیه بین دروغ شما با دروغ خمینی؟ اینو به این آقای سرهنگ فرهومند گفتم، میگم آقا شما که تو برنامه روزی 3 ساعت به مردم میگی خمینی بدقولی کرد، خمینی دروغ گفت، خب چه فرقی داره؟ شما به من میگی من الان 22 جولای پول میدم، بعد میگی دارم میرم مرخصی آگست میام، بعدم حالا میگی آقا چه پولی؟ آخه خجالت آوره. این سرهنگ شاه بوده، سرهنگ دوره شاه بوده، بعد شده سرهنگ خمینی. گفتم آخه شماها هستید که این دیکتاتورها رو نگه میدارید، یه مش آدم چاپلوس، یه مش آدم فلان. حالا برای من هم نوشته که آقای سوربی کاری از دستم بر نمیاد. خب پس امیدوار باشیم دیگه، امید که میتونیم داشته باشیم، امیدوار باشیم که یک سبب خیری بشه. ممنونم آقای یزدان خداوندلو هم بالاخره تونسته ما رو از روی فیسبوک پیدا کنه و برنامه ها رو گوش بده. من تا اسم ایشون میاد دیگه میترسم درباره برنامه ایشون صحبت کنم، نه شوخی میکنن، اتفاقا آقای خداوندلو همیشه میگه که من دوست دارم برنامه ها به صورت مونولوگ یا یک طرفه نباشه، اینجا میگن دیالوگ یا دیالوگ میگفتیم تو ایران، یا گفت و شنود باشه. البته بعضی وقتا هم یه سوالای از ما میکنه، ما اینجا جلو دوربین خجالت زده میشیم، یه چیزی میپرسن که بلد نیستم، ولی خیلی خوبه من راحت میگم آقا من بلد نیستم، شما بگو تا من یاد بگیرم، نمیمیرم که، اصلا برنامه همینه. ممنون از شما. مجید عزیز میگه تشکر از لطفتان. دوستان من از طرف مجید از شما خواهش میکنم که برای داداشش دعا کنید، برای داداشش امیدوار باشید که آزاد بشه. اینم از این ماجرا. و اما بله ماجرای انتخابات آمریکا هر روز کثیف‌تر و کثیف‌تر میشه. از این ور آقای دونالد ترامپ میدونید که یک دانشگاهی باز کرد، پول بدبخت اینایی که شوهرشون رفتن تو عراق و این برانور کشته شدن، دولت یه 30,000 دلاری بهشون پول داده. آخه بگو تو مردک میلیاردری احتیاج به 30,000 دلار این زن سیاه‌پوست نمیدونم چند تا بچه نداری؟ به کلک پول اینا رو گرفته، بعد اینا اومدن چند تا شدن رفتن شکایت کردن. حالا ببین این حرامزاده، این کلمه حرامزاده هم که ما میگیم اتفاق آقای مینوی میگه آقا نگید حرامزاده، اینا بچه های طبیعتن، و اگر اینجوری بخوایم بگیم حرامزاده، خب بچه های آدم و حوا هم حرامزاده بودن، تازه بعدم که خواهر برادر ازدواج کردن بمانه. ببینید این چقدر کلاشه دونالد ترامپ.
آمده به کسی که داشته اونجا تو انتخابات شرکت میکرده که بشه دادستان بعدی، رفته 25 هزار دلار پول داده، باهاش صحبت کرده، اون آقا یا خانم هم وقتی انتخاب شده این پرونده رو بسته گذاشته کنار. بعدم حالا به دونالد ترامپ که میگن، میگه من اصلا اینو نمیشناسم، باهاش صحبت نکردم. بعد فرداش میگن آقا اینها فلان روز عکستون هست، میگه آره صحبت کردم. آخه کسی که دروغ میگه، داشتم به همین سرهنگ فرومند میگفتم، میگم آخه شما بیناموسا وقتی اینجوری دروغ میگید دیگه اصلا دروغ گفتن رفته تو ذاتتون، دروغ گفتن رفته تو ذاتتون و خودتونم شاید نمیفهمید. بعد زمنان میگن در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پریزگاه. شما پیر سگا پیرم شدید و انسان نشدید. والا حیف که حیف کلمه سگ که به اینا بگید. بذارید ببینم من پیام های دیگر میتونم براتون پیدا کنم، یکی دوتا پیام هست و ببینم که چه باید کرد. اینجا اینو دو سه روز که برنامه نداری واقعا بدنت دیگه کرخ میشه و حوصله برنامه گذاشتن و اینها رو نداری. هرچی هم با آقا مرداد میگه آقا شما تشریف بیا، خودت برنامه بذار، هی در میره. دارن حالا آماده میشن برن سپتام، از اون ور ایرانیا دارن آماده میشن بیان چیز، بیان برن نیویورک خرید و برای سازمان ملل، از این ورم مجاهده آماده میشن برن از این ور خیابون به اونا فوش بدن. احتمالاً یه دوتا درگیری هم بشه، پلیس نیویورک دوتا از این ور بگیره دوتا از اون ور. چه چیزی تا حالا پیشرفت کرده؟ احمدی نژاد آمد، اینقدر ماشین کرایه کردید، آگهی گذاشتید، عکس گذاشتید، از دستش خون میچکید، از چشمش خون میچکید، به کجا رسیدی آقا مرداد، آقای فیلابی، آقای علی از کانادا؟ جرأت داشته باشید بیاین با مردم حرف بزنید، بگید ما اون روز 50,000 تا بودیم، وقتی رفتیم تظاهرات 30,000 تا به ما پیوست. اینها اینم اسمشون. البته شما که متخصص دروغ گفتن و اسم و ردیف کردن و نمیدونم، میگفتید 5 میلیون تو عراق طرفدار دارید، اونجا کردها دنبالتونن، اونجا مردم معمولی هم دنبالتونن، چون شما با صدام همدستی کردید، حتی مردم عراق رو زدید داغون کرد. آقا گندش زدید. بابا بنی صدر به شما گفت نکنید این کارو، نرای جایی که الان جنگه، برید یک کشور دیگه. چی بگی؟ خب ببینم که این نوار رو من میتونم پیدا کنم، مال اون دوستمون نرگس خانم رو پخش کردم. نرگس خانم ازت یه خواهشی میکنم، امیدوارم بدت نیاد. ببین شما به من مثل داداشت که حرف میزنی، مثل بچت که حرف میزنی، مثل پدرت که حرف میزنی، بستگی به سنت داره. اگر جوونی فکر من عموتم، اگر هم سن منی فکر من داداشتم. اینجوری نشوید، اینجوری نگویید، اینجوری که حرف نمیزنی، درست حرف بزنید، راحت باشید. چون تو تلفن وقتی ما گوش میدیم متوجه میشیم که شما راحت نبودی. اینجا میگن ریلکس، ریلکس باش. آمریکایی‌ها دیدی از همون روز اول که میاد پاشو میندازه رو میز، کلت ما ایرانی هم دم در میگیم کفشتو در آر، پاتم رو میز ننداز. این از در حسون. ممنونم، خیلی خوشحالم که شما اینو یاد گرفتی که گل نخری ببری بیمارستان، بعد تازه اونجا پر گل باشه، حالا پرستارا باید برن دنبال گلدون باشن، بعد این خانم یا آقا نگران بیماری خودشه، حالا نگران آب دادن به این گلا هم باشه، و تازه اینا هم شما نمیدونی این گل چه حساسیتی داره با اون، یا اصلا این خوبه یا نیست. در صورت این رو ول کن. بذارید ببینیم این پیام مال کیه، باید پخش کنیم یا نکنیم. سلام آقای صوربی، حال شما چطوره؟ من برنامه شما رو یوتیوب دیدم، با شخصی به نام آقای محمد شریفی در زندان آلاباما صحبت کردیم. حالا این بنده خدا احتمالا نیاز به کمک داره. من که واقعا خودم در اون حد نیستم که بخوام کمک زیادی ازشون دریافت بکنم، ولی چون به هر حال خودش داره میگه بیگناه، ما به هر حال کشور غریبه، خب هموطن هستیم، انسان هستیم، حالا هرچی میخواستم در حد مقدور اگر بتونم یه کمک خیلی کوچیکی بتونم در این بند خدا بکنم، که انشالله حالا اگر واقعا بیگناهی که به قولن بیگناهی ثابت بشه و خودم
یه عمر با عزت به شما بده، با هم با تلویزیون با پرمهر و با معرفه، اصلا هر چی بگم واقعا کمه. خدا واقعا هم باز تو بیامرز و انشالله عمر با عزتی با خودتون بده. اسم من بهزاد. بله بهزاد عزیز، ممنونم. شماره تلفنش هم داده. ببینید چه پیامی گذاشته توی یک دقیقه و حالا من سر یک دقیقه عرض کردم، توی یک دقیقه و 28 ثانی اسمشو گفته، شمارهشو گفته، هدفش از این تلفن گفته، از من تشکر کرده، برای اون یکی آرزوی آزادی کرده. بعد حالا یکی دیگه میاد نیم ساعت هی حرف میزنه، آخرش هم میگه حالا به من زنگ بزن تا برات توضیح بدم. من اولا زنگ نمیزنم، اگرم یه وقت زنگ بزنم قبل از اینکه دوباره همون مزخرفا رو بگی میگم صبر کن، شما اون بار زنگ زدی نتونستی بیان کنی، حالا من زنگ زدم من از شما میپرسم، شما بگو راجع به چه برنامه‌ای صحبت میکنی، کی بوده، اسمش چیه. میگه نمیدونم، قطعش میکنم، میگم من کار دارم باید برم. اینم از این. اینم یه پیام بود که با آقای شریفی تماس گرفتم. آقای شریفی دوست عزیز قرار بود برای شما تکس بفرسته یا باهاتون تماس بگیره. آقای شریفی از داخل زندان میتونه نامه بنویسه، میتونه تماس تلفنی داشته باشه، زندانهای جدیده. بعد ولی هنوز اینا مثل ایران مرخصی برن و دانشگاه چرا دانشگاه میتونن حتی داخل چیزم برن، داخل زندانم دانشگاه برن، اینها بمانن. داشتیم راجع به انتخابات صحبت میکردیم که این چه کلاش و لومپنی هست دونالد ترامپ، و از اون ورم میگن این هی میگه من پول دارم پول دارم پول دارم، اینم پولی نداره و به همین خاطر برگه های مالیاتی سال رو نشون نمیده و داره از راه این رئیس جمهور و نامزدی رئیس جمهور داره پول میسازه، خانوادش هم گذاشته سر کار. ببین اینا دیگه کیه. از اون و خانم هیلری کلینتون، یکی از چیزهای قانونایی که باید عوض بشه فکر کنم این باشه که اگه کسی رئیس جمهور شد حتی برادرش، زنش، خواهرش اینا دیگه نتونن، یعنی توی خانواده نمونه. دلیل این که میگن 8 سال بره، فکر میکنن آدم ها از 8 سال بیشتر توی مقامی بمونن فاسد میشن. حتی اگه آدم خوبی باشه اون فاسدا میان فاسدش میکنه. اینه که گفتن آقا جمع کنید برید. حالا این خانم هیلری کلینتون مثل شیراز یا به خرچنگ میگن کلنجار، مثل خرچنگ چسبیده به این قدرت، داره میمیره، مغزش لخته خون داخلشه. برید نگاه کنید، بزنید ببینید دیروز چنان سرفه های میکرده یا پریروز بوده، بعدم با خنده میگه فکر کنم چون صحبت از ترامپ شده من باهاش آلرژی دارم. آلرژی با زندگی داری، بعد وقت داری میمیری، این قدرت رو بذار کنار، مادر بزرگ دو نفری، برو به کار زندگیت برس. جواب نرگس خانم، حالا که اسم مادر بزرگ پدر بزرگ اومد بهتون بگم، اولا خیلی ممنون، بله یعنی دختر من 4 ماهش تموم شد، به زودی میشه 5 ماهش. دختر من خیلی خوشش نمیاد ما عکسشو به این و اون نشون بدیم، و اینم دختر اونه دیگه، دختر من که نیست که. تازه اگه دختر منم باشه مثلا دخترم بگی من خوشم نمیاد عکستو نشون بدین، این بود که ما هم سعی میکنیم بهشون احترام بذاریم و نشون ندیم. ولی عجب بلاییه، نوه نگو بلا بگو، یعنی من اصلا باورم نمیشه. ببینید چون بچه های خودمون وقتی که بزرگ شدن، خود ما هم جوان بودیم، بچه بودیم، بعدم کار میکردیم، مشغول کار، مثلا ماها که آمریکا بودیم از 4 صبح من بلند میشدم ملت تا 11 شب باور کنید کار میکردم. از همین آقای فیلابی سوال کنید، ایشون گواه، خود این بنده خدا همینجور کار میکرد. یادم یه دفعه آقای خدایا شادانلو گفت که آقای فیلابی مجاهدین بهش پول دادن اونجا یک قرارداد یک کاری با شهر. گفتم نه آقا اصلا هم چیز نی، آقای فیلابی 4 تا کامیون کهنه داره، الان نمیدونم سال هاست دیگه نمیدونم، بعدم اینجا میرن همه برای شهرداری کار، نه شهرداری، اداره راه و ترابری، ماشینایی که تابستون آسفالت میبرن، گل میبرن، شن میبرن، زمستون یه پارو میبندن جلوشون، ساعتی کار میکنن. اینم یه فکریه که اینجا نیاد از اول سال تا آخر سال یه راننده رو استخدام کنه، یه ماشین هم بذاره فقط برای 4 تا برف که توی این میاد. گفتم آقا اصلا هم چیزی نیست. بعد خونه من
با دوچرخه واقعا زودتر میرم خونه آقای فیلابی. آقای فیلابی هم همینجا یه خونه‌ای داره، خونه‌ش هم از خونه همه ماها کهنه‌تر بود. البته بعد قرار بود که ادیشن بزنه، که البته من نمیدونم حالا کسی که دوتا بچه‌اش دیگه بزرگ شدن از خونه رفتن بیرون، از اون برم امید داره که بره ایران، ادیشن اینجا چیه؟ باز میشه جواب داد چون همیشه ماشاءالله مهمون داره، همین دوستانی که مجاهدی که میان همیشه خونه‌اش شلوغه. بعد به تو چه سوربی؟ مگه خودت داری توی خونه کوچولو زندگی می‌کنی؟ تام یه خونه بزرگی داری زندگی می‌کنی، کسی بیاد بهت بگه بچه‌ات رفته چرا توی خونه زندگی می‌کنی؟ خودمون به خودمون هی بزنیم که فضولی نکنید. در صورت این بود نرگس خانم. حالا اجازه بدید من یه بار عکس این دختر رو نشونتون بدم و حالا دیگه کم کم یاد گرفته، مثلا من میخوام ازش عکس بگیرم، اینجوری دست میکنه دوربین رو میگیره، اولین بار عینک بنده رو کند از چشم انداخت پایین. و این هم عکسش خیلی نزدیکه، البته حال نمیدونم تو تلویزیون چجوری باشه، ولی شما میبینید که اینها چجوری بزرگ میشن، چجوری واقعا مغزشون. داشتم اینو میگفتم، بله اینه، این خانم 4 ماه و چند روز آمده رفته ردیف بالای لیست عشق ما قرار گرفته. ماشاءالله موهاش هم خیلی بلنده. این آمریکایی‌ها که می‌بینن میگن واو این چقدر مو داره. میگیم بابا یه ماشاءالله هم بگو، دیگه ما نباید هی باشیم اینجا اسفند دور کنیم. من به این اسفند و نمک و اینا هم باور ندارم. یه بار دیگه هم نشون میدیم، اینم برای لطفی که نرگس خانم داشته به من و نوه من، ممنونم. ضمناً نرگس خانم یه نصیحتی کرد که از این بابتم من ازشون ممنونم. گفته آقای سوربی ناراحت نشو، شما درست میگی، من باید بیشتر به خودم به اصطلاح چیز باشم، چی میگن، که ناراحت نشم، خودم رو کنترل کنم که ناراحت نشم. چون وای چه ناز، اسمش چیه آقا؟ کار کامران جان میخوای کار دستم بده، حالا دیگه فردا دخترم یقمو بگیره ولمون کن، بعد باید بیام وکالتم رو چیز کنم، وکیلم بشی، ما رو از دست دخترمون به اصطلاح از دست شکایت دخترمون نجات بدی، بعدم برای خودت مینویسم. در صورت ممنونم. کی میای تو تلویزیون یه برنامه بذاری برای دوستان صحبت کنی، قوانین اینجا رو بهشون بگی؟ این آقای محسن نادری نژاد برنامه‌هاشون رو نگاه کنید، روی یوتیوب هم گذاشتم. دوستان بذارید من صفحه یوتیوب یادتون بدم، یک کمی اینور اونور نگاه کنید، اینقدر تنبل نباشید. والا اسم این شیرازی‌ها بد در رفته، میگن شیرازی‌ها تنبلن. البته من یه مقاله اون دفعه خوندم، ما تنبلیم که نمیدونم سالاد شیرازی اینجوری، ما تنبلیم که فالودمون اونجوری، ما تنبلیم که آش سبزی اینجوری، ما تنبلیم که خاقانی و فلان 100 تا اسم ردیف کردیم، حافظ و شیراز و فلان اینها. و یادتون باشه تازه تمام وسیله های رفاهی و آسایشی که دارید مال افراد تنبله. مثلا اون کسی که ایرکاندیشن یا کولر رو اختراع کرده دوست نداشته همینجور تو خواب با خودش باد بزن بزنه، هی بیفته سر چشش، از تنبلی گفته چه خوب میشه من بخوابم یه چیزی باد بزنه منو، کولر درست شده. اون چیزی که اون تنبلی که بخاری رو درست کرده که شما شب هی بلند نشی زغال بریزی خفه بشید فلان اینها، تنبل بوده. اون کسی که چرخ رو درست کرده، اون کسی که ماشین رو درست کرده، اینا تنبل بودن. دیده باید او یک ساعت راه بره تا برسه مدرسه، یا یک ساعت بچهش باید راه بره تا بره فروشگاه، گفته چه خوب میشد یه چیز درست میکردم. پس خیلی چیز نکنید، ولی چیز میشد چیز نشد، چقدر چیز میکنم اب ندارم. تازه راه افتادم، بذارید من صدای اینو ببندم ببرمتون تو صفحه مردم تیوی، یه تور کوچولو بهتون بدم. وایسی ببینیم که اینجاست کجا رفته. مردم تیوی بیا جلو عزیزکم، اینجاست مردم تیوی. ببینید حالا که ما اون اومد این پرید، این یکی رو میگیریم مثل کش تنبونه، این ورش رو میگیری اون ورش در میاد. خب بله ببینید دوستان، دوباره که رفتی، آها خب حالا چون صفحه خودم دارم اونو نشون میدم، تو این صفحه هم اینه، اب نداره. شما صفحه این مردم تیوی که میاین، این بالاش نوشته home about
آرشیو یا آرکایو میزنید، این روی کلیک میکنید میاد اینجا، اینجا کلیک میکنید میاد مثلا ویدیوهای سوربی، روی همین ویدیوهای سوربی رو که زدید نگاه کردید، این پایین که زیر تاریخ اسم نوشته اینجا اگه کلیک کنید تمام ویدیوهای سوربی رو میبینید. ببینید مثلا الان با این سیبیلش ماشاءالله آقای محسن نادری نژاد 3 تا ویدیوشو من دیروز گذاشتم، باید ببینید چند تا تو همین یه عکس ببینید، من کمترینم، آقای خداوندلو 2 تاست، منم 2 تا هستم، کمترین نیست، پس آقای چیز 4 تا، 1 2 3 4 5، یکی هم اینجا 6 تاست. اینا رو بزنید نگاه کنید. ولی داشتم نقل چی میگفتم، نقل همین که ایرانی ها که میان اینجا بلد نیستن، ایرانی هایی که میان اینجا دوچار مشکلات میشن، ایرانی هایی که میان اینجا فوری چون اسلحه آزاده میرن اسلحه میخرن، بعد اسلحه تو ماشینشونه، از اینجا سوار میشه میره واشنگتن، نمیدونه شما از این کیبریج که رد بشی اونجا شدی یک کریمینال. فکر کنم کامران جان اگه اسلحه داشته باشی غیر قانونی، این کرایمه. ما این فرق جرم و جنحه رو تو ایران نفهمیدیم، اومدیم اینجا. اینا هم خیلی چیز دارن، نمیدونم یکیش میگه میسدمینره، یکیش میگه فلنیه، یکیش میگه نمیدونم، ما همش فکر کنیم فرنیه. فرنی میدونید که با شیر رو نشاسته درست میکردن وقتی گلو درد و این حاله. بله خب آره، یک کسی باشه اینها رو توضیح بده، یکی دیگه باشه راجع به هیچ اشکالی نداره، حتی به عنوان اینفومرشال. مگه الان تلویزیون‌های آمریکایی نمیاد دکتر آز یه چیزایی میگه، از اون وقتی داره پول میگیره هیچی، از اون ورم کرم میفروشه چی میفروشه و الی آخر. دکترای ایرانی هم ماشاءالله تو کالیفرنیا همین کارو میکنن، میاد راهنمایی میکنه به عنوان اینفومرشال، یعنی اینفورمیشنی میده که کمرشال هم هست. اینجا به تبلیغ میگن کمرشال و نمیدونم چرا، از اون ور خودشون میگن ادز اد، بعد از اون ور یه دفعه میگن کمرشال، در صورتی که کمرشال کلمه‌ایه که شما برای بیزینس ترجمهش کردید، برای مشاغل استفاده میکنید. مثلا میگید که این خط تلفن من کمرشاله یا بیزینسه، ولی مثلا اون خط تلفن رزیدنشاله یا به اصطلاح برای خونه هست. در اصل خیلی چیزا هست باید یاد بگیریم، خیلی مغرور نشین تا یه چیز یاد گرفتید فکر کنید همه چیز رو میدونید. اون موقع هست که چون به خودتون قره میشید شروع میکنید به اشتباه کردن، جرم کردن، مرتکب جرم شدن و الی آخر. اینم از این مسئله. سرفه های پیاپی خانم هیلری کلینتون و ماجرای رشوه ترامپ به دادستان رو برید ببینید. آقای محسن نادری نژاد دوستان، شماره تلفنشون رو روی یوتیوب هم نوشتم، اون زیر اسمش که نوشته محسن نادری نژاد، بذارید من بهتون نشون بدم. ببینید الان اینجا یه بار دیگه کامرای 2، ببینید اینجا وقتی شما میان اینجا روی این ویدیوها میزنید، میاد اینجا سوربی، حالا آقای نادری نژاد که میاد، ببینید وقتی ویدیوی آقای نادری نژاد رو میزنید، این پایین دوستان نگاه کنید شماره تلفن هست که هم میتونید تکست براش بفرستید، شماره تلفنش هم هست 503-267-0205. حالا برای که این بنده خدا ببینه اصلا برنامهش دیده میشه، تو تلویزیون مردم هست، ما کلا سرش نمیزنه، البته تو برنامهش هم داره میگه، میگه سوربی از من پولی نگرفته و گفته اگر راه افتادیو اینها بعد یه پولی هم داشتی حمایت کن تلویزیون مردم. زنگی بزنید بگید آقای نادری نژاد ما برنامه شما رو میبینیم، ولی شما که سوالی نمیکنید، شما که نمیگید نظر شما در این باره چیه، شما میای نظر خودت رو درباره تلویزیون‌های ایرانی، درباره خواننده‌های ایرانی، خیلی بحث‌های قشنگی تو این ویدیوی آخری که از امروز باز نشون میدم کرده راجع به خواننده، میگه بابا این خواننده اینقدر نق میزنن که ما چنین و انقلاب بده، انقلاب برای اینا بهتر از همه چی بوده، اون وقت اگه انقلاب نشده بود کجا میرفتن؟ ماکسیموش از تهران میمدن شیراز برنامه اجرا میکردن، ماکسیموش از تهران میرفتن تاجیکستان برنامه اجرا میکردن، ماکسیموش خیلی که میزد میرفتن نمیدونم کجا، مصر. گفت الان از آمریکا بلند میشن میرن دبی، از نمیدونم آمریکا بلند میشن میرن اروپا،
گفت اونا وضعشون خوبه. البته اون خواننده ها آقای نادرنژاد مشکلات خودشونو دارن. من باور کنید یه مسافرت که میرم و میام میگم عجب مشکله اینا، همش مسافرت، همش مثلا ماز جبرانی باز داره این تورای مختلفش رو میره. اتفاقا برای پتیک نوشتم اگر میاد گلندل حتما برو اون فیلم رو ببین، فیلم خیلی قشنگیه. فیلمش هست جیمی ایست وود، وست وود، نه وست وود، چون کلینت ایست وود بوده این اسمش گذاشته جیمی ایست وود، اسمش جمشید بوده. توی اداره مهاجرت اینها بهش میگن جمشید، شد اینجا مدفوع یعنی. بعد بگیم بابا نه جمشید من نیستم، من جمشیدم. آخر کار میگه آقا ولش کن من جیمیم. میگه فامیلی چیه؟ یه فامیلی عجیب غریبی داره. میگه آقا اونم ولش کن، فامیلی منو بذار ایست وود، ببخشید وست وود، وست وود هم فکر کنم همین، چون ایرانی ها اونجا هستن. در اصل فیلم قشنگ، فیلم جالبی. خب درباره آقای محسن نادرنژاد هم صحبت کردیم. اجازه بدید من دو سه دقیقه برنامه رو زودتر تموم کنم که این دستگاه ضبط و برنامه زنده و اینا رو آماده کنم برای آقای یزدان خداوندلو، که اشکالی که روز یک شنبه پیش آمد و من برنامه ایشون رو به اون طریق خودمون ضبط نکردم و فقط روی فیسبوک بود، که بازم چه شانسی آوردیم حالا روی فیسبوک بود به اصطلاح بتونم چیز کنم. اجازه بدید همینجا از آقای سعیدی تشکر کنم. آقای سعیدی باید لطف کردن، یه حمایت کردن برای تلویزیون مردم، ولی نفهمیدم میخوان برنامه داشته باشن در ازاش یا نه. یک بار دیگه از منوچهر عزیز بابت این دلارهای نو که فرستاده ممنون و متشکرم. از این بهتر این نامه خوبیه که نوشتی که همراه نامه کوتاه بهترین ها را آرزو میکنم. اینم برای ماه سپتامبر. دوستان عزیز همینجا دو دقیقه دیگه برگردید ما رو خواهید دید. دوستان فیسبوکی فعلا خداحافظ، دوستان مردم تیوی هم فعلا به امید دیدار تا یک دقیقه دیگه. بله با آقای یزدان خداوندلو خواهیم بود. مرسی.